بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقت شما بخیر. عظم الله اجوركم. عرض تعزیت دارم خدمت شما عزیزان. ایام شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایام فاطمیه رو خدمت شما عزیزان ممنونم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. از کربلای معلا در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه معراج و همچنین در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمند. سلام علیکم جان. علیکم السلام. خیلی خوش آمدید. عظم الله اجورکم. عظم الله اجورنا و اجورکم. بنده هم خدمت همه بینندگان محترم و عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم و ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیه السلام در خدمت وجود مبارک آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنم. سلامت باشین. خیلی ممنونم از حضورتون جناب استاد. دوستان عزیز، همینطور که مستحضر هستید، این ایام منصوب هست به بی بی دو عالم حضرت زهرا، ایام اعضای حضرت زهرا سلام الله علیها هست. هر جا که مشرف میشید مجالس و معاتم حضرت زهرا، ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید، دعا برای فرج را حتما فراموش نکنید و انشالله که مرضی رضای حضرت قرار بگیره، عزاداری ها و مراسماتی که برقرار میشه. بفرمایید روایت رو ببینید، انشالله که بعد از روایت جناب استاد درس رو شروع میکنند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه بعدد ما فی علمک یا قهار و یا جبار. وجود پرخیر و برکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دارای مقاماتی است از جانب خدای عز و جل که این مقامات برای هیچ یک از انبیا، پیامبران و اولیاء خدا نیست. جایگاه خاص نزد خدای عز و جل داره، اونچنانی که از روایات استفاده می شود که این روایات هم از طریق مخالفین و هم از طریق اهل البیت علیهم السلام به دست ما رسیده. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک خصیصه ای را برای حضرت زهرا سلام الله علیها ذکر می کند که این خصیصه را احدی نداره. می فرماید اول شخص یدخل الجنه فاطمه. بهشت این دیگه منتها آرزوی رسیدن به آن است از طرف اولیاء و از طرف پیامبران و از طرف انسانهای با ایمان. اول کسی که از بین همه خلایق، از بین همه موجودات، از بین تمام اولیاء، از بین تمام انبیاء، اول کسی که قدم می گذارد
به بهشت و داخل بهشت می شود حضرت زهرا سلام الله علیها. اگر کسی گفت بگوید که آها ما روایت هم داریم که اول کسی که داخل می شود حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون جوابش اینه که در بین انبیا و پیامبران اول پیامبری که داخل بهشت می شود وجود خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، اما اونی که از همه پیشتر است در این جهت حضرت زهرا علیه السلام. بعد از ورود حضرت زهرا به بهشت نوبت میرسد به ورود پیامبران. پیامبران وارد بهشت میشن، وقتی مستقر شدن در جایگاه خودشون در بهشت وظیفه دارن تمام پیامبران برن نزد حضرت زهرا علیه السلام و حضرت زهرا را زیارت بکنن. زیارت یعنی چه؟ یعنی حضور زائر در پیشگاه شخص مزور. همه باید برسن در محضر حضرت زهرا علیه السلام به نیت زیارت حضرت. سر این مطلب چیه؟ چه علتی میتونه داشته باشد که همه انبیا از آدم تا خاتم در بهشت باید برن به زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها؟ اولا باید عرض کنیم که بهشت خونه حضرت زهرا علیه السلام. حضرت زهرا صاحب بهشته، صاحب خانه است. دیگرانی که وارد شدن در واقع مهمانن و حضرت زهرا صاحب خانه است، بنابراین باید مهمان خدمت صاحب خانه ارادت داشته باشه برسه. بله. لذا به قصد زیارت صاحب بهشت و به قصد زیارت صاحب خانه یک یک انبیا میان و اون بزرگوار را زیارت میکنن. این اولا. ثانیا برای تجدید عهد و تجدید پیمان با حضرت زهرا علیه السلام، یعنی قبلا انبیا پیامبران با حضرت زهرا علیه السلام پیمان بسته بودن. همه انبیا قبل از اینکه این ارواح ما تعلق بگیرد به این ابدان در عالم نور، در عالم ارواح با نور حضرت زهرا سلام الله علیها معرفت داشتن، آشنایی داشتن و با اون نور عهد بستن که دوستدار اون نور باشن، ولایت اون نور را در دل داشته باشن و دوستدار زراری اون نور باشن و دوستدار فرزندان حضرت زهرا علیه السلام باشن. این عهد و پیمانیه که تمام پیامبران با حضرت زهرا علیه السلام در اون عالم داشتن. مثلا اگر ملاحظه کنید این روایت را، روایت از حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید ما تکاملت النبوتو لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها. هیچ پیامبری، هیچ نبی از انبیا پیامبریش به تکامل نرسید و پیامبری او از طرف خدای عز و جل مهر امضا برش زده نشد مگر اینکه اون پیامبر اقرار کرده باشد زبانن و قلبن به فضل حضرت زهرا، جایگاه حضرت زهرا، مقام حضرت زهرا و محبت و دوستی حضرت زهرا علیه السلام. لذا می فرماید قرون سابقه حول و اطراف محبت و دوستی
حضرت زهرا علیه السلام گشته است و علی معرفتها دارد القرون الاولا، نسل های پیشین یعنی قبل از اجسام در عالم ارواح بر اساس معرفت و شناخت حضرت زهرا علیه السلام گشته است. این قبل از آغاز این دنیا و شروع دنیا با معرفت به حضرت زهرا آغاز شده. اول دنیا بر اساس محبت و دوستی حضرت زهرا علیه السلام شروع شده. حالا این دنیا ختم شده، اومدیم وارد بهشت شدیم. بله. بهشت این اولین منزل آخرته. آخرت یک دار بی پایانه، یک حیات دائمیه، یک حیاتی که درش دیگه مرگ نیست. بله. درش فقر نیست، در اون حیات آخرتی درش جهل نیست، یک سعادت کامل تام بی حد و بی اندازه. بله. پس یک پرونده جدیدی برای بشریت باز می شود. پرونده دنیا بسته میشه، پرونده آخرت شروع میشه. همینطوری که پرونده دنیا بر اساس محبت و دوستی حضرت زهرا علیه السلام آغاز شد، پرونده آخرت هم ابتدایش با حضرت زهرا علیه السلام. لذا انبیا یک یک 124 هزار پیغمبر میان به زیارت حضرت زهرا علیه السلام در بهشت تا این حیات دائمی آخرت به واسطه ارتباط با حضرت زهرا علیه السلام شروع بشه. بله. و آغاز بشه. از این جهت میرن به زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها. دیگر اینکه بهشت محدود به حد نیست، بهشت دارای مقامات بی حد، دارای مقامات بسیاره. انبیا علیهم السلام برای کسب اون مقامات بالاتر، هرچی برن بالا بازم جا دارد که برن بالاتر. پیامبران برای کسب اون مقامات باید مدد بگیرن از حضرت زهرا سلام الله علیه السلام. همینطوری که در دنیا هر کسی به هر مقامی و به هر منزلتی اگر خواست برسه و هر حاجتی خواست برسد باید دست به دامن حضرت زهرا علیه السلام میشد، اولیا خدا، انبیا الهی هم در بهشت برای رسیدن به اون مقامات بالاتر باید از حضرت زهرا علیه السلام شروع کنند. لذا میرن متوسل میشن به زیارت حضرت زهرا سلام الله علیه. سلام الله. دیگر اینکه بناس تشکر کنن از حضرت زهرا، به زیارت میان که تشکر کرده باشن از حضرت زهرا. تشکر بابت چی؟ تشکر بابت نجات خلایق از آتش دردناک جهنم. چون حضرت زهرا رو خداوند اسم فاطمه رو براش نهاده. اسم فاطمه اسمیه که از طرف خداوند برای حضرت زهرا انتخاب شده. فاطمه دو تا معنا داره، هم معنای فعل متعدی رو داره، هم معنای فعل لازم رو داره. معنای فعل لازمش این است که او و شیعیانش و محبینش و ارادتمندانش از آتش جهنم آزاد شدند. فطمت هی و شیعتها و محبیها من النار. بله. معنای فعل متعدی را هم دارد، با آن این است که خود حضرت زهرا علیه السلام اراده می کند که دوستانش، شیعیانش، ارادتمندانش را از جهنم خلاصش کنه، اونها را رها بده.
خب یک لطف عظیمی از طرف حضرت زهرا علیه السلام به همه شده، باید این لطف را تشکر کرد. لذا میرن محضر حضرت زهرا علیه السلام، انبیا، پیامبران، اولیا، برای شکرگزاری حضرت این نعمت بزرگ الهی به صورت زیارت. آقا سرش چیه؟ همش برمیگرده به حضرت زهرا سلام الله علیه. هنوز بهش میرسیم؟ میرسیم بهش، بله، به خلقت نوری حضرت زهرا علیه السلام که میرسیم معلوم میشه که این نور خاصیه. انبیا همشون نور خدا هستن و از نور خدا مخلوق شدن، ولی حضرت زهرا علیه السلام از خالصه نور خدای تبارک و تعالی، انشاءالله این را بهش اشاره خواهیم کرد در بحث بعدی. روایاتی که در مورد نامگذاری حضرت زهرا علیه السلام به فاطمه اگر مورد بررسی قرار بگیره، میبینیم پیغمبر اکرم میفرماید، خطاب به حضرت زهرا فرمودند: یا فاطمه، فاطمه جان، اتدرین لما سمیت فاطمه؟ آیا میدونی چرا از طرف خدای عز و جل شما را فاطمه نامیده اند؟ حضرت زهرا میدونه. بله، این سوال از عالمه. گاهی از جاهل سوال میکنن و سائل جاهل است، گاهی عالم سوال کننده است. عالم با جاهل فرقش اینه که عالم هم میداند هم میپرسد، ولی متاسفانه جاهل نه میداند نه میپرسد. آیا میدانی لما سمیت فاطمه؟ چرا از سوی خدای عز و جل نام فاطمه بر شما نهاده شده؟ اینجا آقا امیر المومنین سلام الله علیه در مجلس حاضر بودن، میپرسن یا رسول الله لما سمیت، برای چی این نام بر حضرت زهرا علیه السلام گذاشته شده؟ آقا امیر المومنین میدونن، اما خان اسم رسول خدا رو به زبون بیارن تا از این نام لذت ببرن، از ذکر این نام بر زبان لذت ببرن و کیف کنن. عاشق رسول الله بودن آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، همینطوری که خود رسول الله هم عاشق و شیفته امیر المؤمنین علیه السلام بودن. 3 دقیقه تقریبا فرمودن: لأنها فطمت هی و شیعتها من النار. به دلیل اینکه حضرت زهرا خودش و کسانی که شیعه او به حساب میان، همه اینها از آتش دردناک جهنم رهایی پیدا کردند. خب از جمله شیعیان حضرت زهرا سلام الله علیها انبیا هستند، همینطوری که قرآن کریم در سوره مبارکه صافات میفرماید: و ان من شیعته لابراهیم. از جمله شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه، سلام الله. انبیا شیعه حضرت زهرا و پیرو حضرت زهرا علیه السلام به حساب میان، چون حضرت زهرا صدیقه کبراست، صدیقه طاهره است. تمام انبیا از شیعیان حضرت زهرا علیه السلام هست. در نتیجه انبیا و امتهای انبیا و شیعیان انبیا، همه اینها به برکت حضرت زهرا علیه السلام از آتش جهنم رهایی پیدا می کنند. خب یک لطفیه شامل حالشون شده، به عنوان تشکر میرن خدمت حضرت زهرا و حضرت زهرا را زیارت می کنند. یا روایت دیگری هست باز از خاتم الانبیا که خوشبختانه این روایت ها را اهل تسنن هم در کتاب هاشون دارن، که باید اینا تأمل کنن با وجود این روایات چطور حضرت زهرا را کنار گذاشتن و دل بستن به
دیگران. پیغمبر اکرم فرمود انما سمیت ابنتی فاطمه لان الله عز وجل فطمها و فطم من احبها من النار، به خاطر اینکه خدای عز وجل او را و هر کسی که دوستدار اوست من الاولین و الاخرین، معصوم باشد اون شخص یا غیر معصوم، پیامبر باشد یا غیر پیامبر، هر کسی که دوستدار حضرت زهرا علیه السلام می شود، چون مهر محبت به پیشانیش زده شده که او محب حضرت زهراست، خدای عزوجل او را از آتش جهنم نجات می دهد. بنابراین انبیا از زمره محبین حضرت زهرا هستند، همشون دوستدار حضرت زهرا هستند، همشون ولایت حضرت زهرا را به دل داشتن و تمام انبیا محبت حضرت زهرا را به امتهای خودشون توصیه کردند. اول کلام انبیا به امتهای خودشون این بود که حضرت زهرا را به اونها معرفی می کردن، حضرت زهرایی که هنوز به دنیا نیامده ولی اینا با نور حضرت زهرا آشنایی داشتن و امتهای خودشون را با ولایت حضرت زهرا علیه السلام آشنا می کردن و اونها را بر اساس این ولایت تربیت می کردن. بنابراین انبیا و امتهایشون، امتهایی که بهشون ایمان آوردن، تمامشون مؤمن بودن به ولایت حضرت زهرا علیه السلام و محبت حضرت زهرا را به دل داشتن، در نتیجه از آتش درناک جهنم رهایی پیدا کردن. پس باید برن در بهشت از حضرت زهرا چی؟ تشکر کنن. پس علت تشکر، چون نجات پیدا کردن از عذاب به خاطر اون محبت و ارادتی که به حضرت زهرا علیه السلام داشتن. الحمدلله، الحمدلله که خدای متعال دلهای ما را منور کرده به نور محبت به حضرت زهرا و پدر حضرت زهرا و همسر حضرت زهرا و فرزندان حضرت زهرا علیه السلام. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنيها و السر للمستودع فيها عدد ما احاط به علمك. که فرمود هر کسی بر دخترم زهرا درود و صلوات بفرسته، پیغمبر اکرم میفرماید خداوند او را همراه من در بهشت قرار میدهد و او را به من ملحق میکنه. خیلی ممنونم حاجا، خیلی ممنونم. عرضم به خدمتون در ادامه این صحبت ها یک سوال برای من پیش اومد که باز هم میذاریم برای جلسات بعد، که تقریبا مشخص شد که یک جوری اسباب شفاعت دست حضرت زهرا سلام الله علیها، تمام شفاعت به دست حضرت زهرا است. بله، و هر شفیعی در قیامت این یک موجی است و از شفاعت مطلقه حضرت زهرا علیه السلام، یک شعاعیه از نور شفاعت حضرت زهرا علیه السلام. انشالله که توفیقش داشته باشیم به ما هم برخورد کنه. انشالله ما که من که چشمم به امید و کرم حضرت هست. انشالله ببینیم میان برنامه رو، بعد از میان برنامه سوالات شما عزیزان رو خواهیم پرسید. خب وقت شما به خیر. سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم. شعر زیبایی که از کودکی خیلی از ماها
یاد گرفتیم از جناب معید این شعر هست و انشاءالله که همینطور که بر زمان راحت میاریمش در عمل و در رفتار و در کردارمون هم بیان بشه به عنایت خودشون. 2 0964 773 0304 314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست، از طریق تلگرام و واتساپ در خدمت شما عزیزان هستیم. همطوری که مشاهده میکنید از ابتدای برنامه هم برای شما زیرنویس شده این شماره که اگر سوالی براتون پیش میاد انشاءالله در این پارت جواب داده بشه. دوستان عزیزی که به خاطر این ایام و سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه التماس دعا داشتن محضر سید و شهده علیه السلام، انشاءالله توفیقی باشه بنده دعاگو و نامگذارشون خواهم بود و به جناب استاد هم میرسونیم انشاءالله وقتی مشرف میشن حرم به نیابت از شما عزیزان زیارت بکنن. و اما سوالاتی که برای امروز انتخاب شده، البته من میگم سوالی که به خاطر یک سوال دارم که ماشاءالله فکر میکنم 10 دقیقه باقی مونده رو فرا بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. چرا باید دهه فاطمیه گرفت و برای حضرت زهرا سلام الله علیها مجلس سراپا کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این کار یعنی اقامه مجلس عزا برای حضرت زهرا علیه السلام در هر دهه‌ای که مرسوم بین شیعه ها باید اقامه بشه، یا در طول سال نه خصوص ایام فاطمیه، هر وقت انسان اراده کنه به نام حضرت زهرا علیه السلام مجلس عمومی یا مجلس خصوصی برای حضرت زهرا برپا کنه، این کار اولا باعث رضای خدای تبارک و تعالی است، چون روایت می‌فرماید خدا به رضای حضرت زهرا راضی می شود، ان الله یرضا لرضا فاطمه. پس با این کار انسان میتونه خوشنودی خدا را برای خودش بگیره و به دست بیاره. ثانیاً باعث می شود انسان با برپایی این مجالس با فضائل و مناقب اهل البیت علیهم السلام، با فضائل و مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر آشنا بشه، که شناختن حضرت زهرا و ائمه در این مجالس خودش طریقی است و راهی است به سوی شناخت خدای تبارک و تعالی. راه شناخت خداوند یک راه بیشتر نیست و آن از راه شناختن اهل البیت علیهم السلام، از راه شناختن آیات عظمای خدای عز و جل و حجج الهی. پس بنابراین با این کار انسان معرفتش به خدای عز و جل بیشتر می شود. دیگر اینکه سبب اظهار محبت و دوستی به حضرت زهرا، اگر یک شیعه یک موالی بخواد نشان بده که من دوستدار حضرت زهرایم، محب حضرت زهرایم، این به چیه؟ به اینه که مجلس عزا بپا کنه، لباس عزا بتن بکنه، در مجلس عزای حضرت زهرا علیه السلام حضور پیدا کنه. نفس این کار این اظهار اون مودته، اظهار اون محبت نسبت به حضرت زهراست. و خدای عز و جل هم در قرآن فرموده قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، محبت به حضرت زهرا و محبت به اولاد حضرت زهرا علیه السلام، فرزندان معصوم حضرت زهرا، این اجر رسالت آقا رسول الله. بنابراین برای اینکه نام ما نوشته بشه در زمره محبین و در زمره ارادتمندان به حضرت زهرا علیه السلام، و برای اینکه اون درجه ولایت و محبت ما به حضرت زهرا بیشتر و محکمتر بشود، این باید چنین مجالسی را به اسم حضرت زهرا علیه السلام برپا کنیم. دیگر اینکه سبب نشر معارف قرآن و معارف اهل البیت علیهم السلام میشه، یعنی با برپایی این مجالس شیعیان اهل البیت حاضر میشن در اون مجالس، در اون مجالس فضائل
اهل البیت گفته میشه، در اون مجالس آیات قرآن کریم بیان میشه، تفسیرش گفته میشه. بنابراین یک مدرسه عمومی میشود برای شیعه ها، و شیعه ها از این طریق معرفتشون بالاتر میره، بالاتر میشه. بنابراین اونی که مجلس سرپا میکند زمینه تبلیغ دین را فراهم کرده و زمینه هدایت دیگران را به وجود آورده، و میشه یکی از مبلغین اسلامی، یکی از مبلغین قرآنی، یکی از مبلغین دینی و تبلیغ دین. اجر و ثواب بسیار عظیمی نزد خدای عز و جل دارد هر کسی که موفق بشد به تبلیغ، به تبلیغ دین و نشر معارف قرآن و معارف اهل البیت علیهم السلام. دیگر اینکه این تعظیم شعائره، تعظیم شعائر تقوای قلبی انسان را بیانگر است. کسی تقوای قلب داره که تعظیم شعائر بکنه، این نشونه دین الهی. حضرت زهرا علیه السلام جزء شعائر الهی است. نام حضرت زهرا، انتشارش در عالم جزء شعائر الهی است. همچنین مجلس عزای حضرت زهرا علیه السلام این جزء شعائر الهی که قرآن کریم می‌فرماید هر کسی شعائر الهی را برپا کنه و تعظیم کنه، فانها من تقوى القلوب، این نشانه تقوای دل هاست، نشانه تقوای قلب هاست. و بالاترین و بهترین سرمایه آخرتی یک انسان با ایمان تقواه، که قرآن کریم میفرماید ان خیر الزاد التقوى، بهترین زاد و توشه برای آخرت تقواه. تقوا را کجا میتونیم در دلمون بیشتر کنیم و محکمش کنیم؟ به واسطه اقامه شعائر فاطمیه علیه السلام. این کار تقوای دلهای مؤمنین را محکم میکنه و بیشتر میکنه. دیگر اینکه موجب دفاع از مظلومه. بله، ما وظیفه داریم اون کسی که مورد ظلم واقع شده، کسی که مورد ستم واقع شده، نباید نسبت به او بی تفاوت باشیم. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به وصیتی که داشتن به امام حسن و امام حسین فرمودن کونا للظال المظلوم عونا وللظالم خصما، انسان باید برای مظلوم کمکی باشه، کمک باشه، یار باشه، یاور باشه. ظلم عظیمی به حضرت زهرا علیه السلام اتفاق افتاده، همچین ظلم را شیعه ها بدونن، بشناسن و بی تفاوت از کنارش بگذرن، این روا نیست. اهل عالم به ما میخندن، میگن شما یه همچین بانوی عظیم و شأنی را خدا در اختیارتون گذاشته، یک چنین ظلمی در حقش روا شده، چطور شما داد نزدید؟ چرا فریاد نزدید؟ چرا اعتراض نکردید؟ چرا دفاع از این مظلوم عالم نکردید؟ و دفاع از حضرت زهرا علیه السلام یعنی دفاع از هر مظلومی در کل عالم بشریت. دیگر اینکه این یک نوع توسله. ما برای گرفتن حوائجمون باید توسل پیدا کنیم. فرمودن وابتغوا الیه وسیله، و چه وسیله ای و چه ابزار توسلی بهتر و بالاتر از اقامه عزای حضرت زهرا علیه السلام بر پایه شعائر فاطمیه؟ با شهر خودمون را سیاکوب کنیم، مجالس عزا بپا کنیم، لباس عزا بتن بکنیم، یاد فرزندانمون بدیم، در مجالس شرکت کنیم. یه همچین بانوی مورد ظلم و ستم واقع شده، او را شهید کردن، او را کشتن به ناحق، او را شهید کردن. خب تعلیم این مطالب به فرزندانمون نیازمنده به چیه؟ نیازمنده به اینه که ما مجالس عزای حضرت زهرا را هر سال سرپا کنیم، اونم به نحو چی؟ به نحو زنده،
جوری که تأثیر بگذارد در روح و دلها، روان و قلب. در روح و روان همه شرکت کنندگان. تقریبا یک دقیقه جان. و با این کار انسان مشمول شفاعت حضرت زهرا علیه الله. السلام میشه. وقتی شخص مجلس سراپا کرد برای حضرت زهرا، در مجلس شرکت کرد، در مجلس گریه کرد برای حضرت زهرا، جامعه سیاه به تن کرد برای حضرت زهرا، با این کار میخواد بگه یا فاطمه من محتاج شفاعت شما هستم و شفاعتت شامل من بشه. بنابراین اگر کسی بخواد برد در زمره کسانی که لطف حضرت زهرا و شفاعت حضرت زهرا در آخرت شامل حالش بشه، از راههایش برپایی مجلس و شرکت در مجلس و عزاداری کردن برای حضرت زهرا علیه السلام در همه ایام سال، مخصوصا در ایام فاطمی، ایام شهادتشون. خیلی ممنونم جناب. سلام الله علیه. شما درد نکنید. ممنونم از حضورتون. ان شاء الله باشه. الواقع این سوالات میدونم این ایام همه شما عزیزان از این جور سوالات دارید. ان شاء الله روزهای بعد هم میپرسیم از جناب استاد. و هم ببخشید که وقت کم بود. ببخشید از شما هم معذرت خواهم جناب استاد. من در پناه امیرالمومنین باشید یا علی.